پرزیدنت محمود عباس رئیس دولت فلسطین در سفر به پاریس در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. محمود عباس و امانوئل ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود تصمیم دولت آمریکا را برای انتقال سفارتش به بیت المقدس مورد انتقاد قرار دادند. محمود عباس گفت که اگر اسرائیل راه حل دو کشوری بر اساس مرزهای 1967 را بپذیرد و قدس شرقی را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسد، آماده است با آن مذاکره کند. وی افزود به رسمیت شناختن کشور فلسطین سرمایه گذاری بر روی صلح، ثبات و یک آینده امن برای کل منطقه است و به پایان دادن به خشونت، افرادگرایی، تروریسم و جنگ‌های منطقه‌ای کمک می‌کند. رئیس جمهور فرانسه نیز تأکید کرد راه حلی به جز راه حل دو کشوری و توافق طرف‌ها درباره وضعیت بیت المقدس وجود ندارد. ماکرون همچنین گفت که در سال آینده میلادی به فلسطین سفر خواهد کرد.